تبصره بر سفر منطقوی مارشال عبدالرشید دوستام. به نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید روزانه ما با خبر شوید. تبصره بر سفر منطقوی مارشال عبدالرشید دوستام. مارشال عبدالرشید دوستام رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در سفر کوری به اشقابات با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد. در جریان این گفتگو کیفیت تعامل مؤثر میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و طرفین تعهد خود را نسبت به افزایش تلاش های مشترک در اجرای زودهنگام همکاری در زمینه انرژی، ارتباطات، عمل و نقل و سایر پروژه ها ابراز داشتند. با باور من مارشال افغانستان شرایط احساس غرور طالبان، بیبند و باری های داخلی نظام، پیچیدگی ها و سرنوشت نامعلوم کشور را به درستی درک می کند. او می داند که اگر دست و آستین برزده نشود، آینده افغانستان بنبست سیاسی و مشکلات موجود و چالش ها بزرگتر خواهد شد. سفر مارشال دوستم که به ترکمنستان داشته، بر علاوه این که روی مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی صحبت کرده، روی مسائل گاز و برق هم تاکید کرده هند. آقای دوستم می خواهد در سرنوشت افغانستان نقش کلیدی را بازی کند. نقش کلیدی مارشال صاحب دوستم زمانی مؤثر واقع می گردد که کشورهای منطقه به نحوی از افغانستان حمایت کنند. امیدوارم نه تنها آقای دوستم، همه سیاسیون و همه شخصیت های تاثیر گذار در وضعیت موجود دست و آستین برزنند و برای سرنوشت و آینده افغانستان گام های بردارند. تاریخ فراموش نخواهد کرد که کی در روزهای دشوار در پهلوی مردم افغانستان بوده و کیها در پهلوی مردم افغانستان نبوده، کیها منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دادند و کیها بکس های خالی خود را پر کردند و رفتند. همه اینها را تاریخ قضاوت خواهد کرد. در عین حال کندی و خاموشی مذاکرات، قدرت های منطقه و جهان وارد اقدام شده اند. طبق تفاهم نامه‌ای که میان هیئت طالبان و امریکا در ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر به امضا رسیده، گروه طالبان مکلف بود تا پس از آن با هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره شود و با کاهش موج خشونت ها قطع روابط با القاعده را حفظ کند. حقوق شهروندان به ویژه زنان تا ماه می سال 2021 زمینه خروج نیروهای آمریکایی را مساحت سازد. از اینکه اداره دونالد ترامپ به این تفاهم نامه و خروج از ضربین کاهش مصارف خاتمه جنگ 20 ساله این کشور و کمک در راستای پیروزی در انتخابات پیش رو نگاه می کرد. کمتر توجهی به ختم جنگ 20 ساله افغانستان و حل مصلحت آمیز آن از طریق مذاکرات رو در رو داشت. این هجله و بیتوجهی غرب باعث دو شکاف بزرگ در این روند شد. یکی عدم تطبیق موارد و مواد توافقنامه و دویم ایجاد روحیه کاذب فتح و تسلیمی در از خان سران و سربازان گروه طالبان. هر دو شکاف باعث بلند رفتن موج خشونت ها در کشور شد، زیرا ماشین جنگی طالبان به این عقیده شد که آنها موفق به شکست امریکا و ناتو می شود و دولت افغانستان در مقابل آنها هیچ هست و می توان آن را از طریق نظامی سقوط داد.
این روحیه نه تنها باعث بلند رفتن موج خشونت ها شد، بلکه علاقه و تعهد طالبان را به میز مذاکره محدود ساخت. طالبان از چنین جایگاه با مذاکرات می دیدند و به هیچ اصل و قاعده بازی خود را متحد نمی دانستند. آنها امانند میدان جنگ در میز مذاکره نیست، حرف ها و حرکت های پیروزی خود و شکست دیگران را به نمایش می گذاشتند. این رفتار پیروزمندانه با انتقادهای هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سیاسیون در داخل کشور روبرو شد. اما پس از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن اداره جدید تحت رهبری جو بایدن، این روند به خاموشی سیاسی و تاکتیکی رفت که سبب بلند شدن صدای طرف‌های درگیر در ماجرای افغانستان شد. جمهوریت خواستار بازنگری تفاهم‌نامه و گروه طالبان خواهان حفظ آن شد. اما دیده می‌شود که صدای جمهوریت تاثیرات خود را داشته و اداره بایدن را به بازنگری این روند وادار ساخته است. از اینکه آقای بایدن یک شخص متحد به ارزش‌های دموکراسی است و اساس دموکراسی را مشوره و نظرخواهی تشکیل می‌دهد. ایشان با افراد مجرب در این بخش مشورت‌های اساسی را آغاز کرده است که تا این جای کار آن افراد نیز به بازنگری تفاهم نامه دوحه تأکید ورزیده‌اند. طالبان با دیدن این وضعیت در نخست اقدام به سفرهای منطقه‌ای روی آوردند و به کشورهای رقیب آمریکا سفر کردند تا به اداره جدید آمریکا قابلیت سیاسیشان را نشان دهند. بدون شک این عمل کرد ضد منافع آمریکا اداره بایدن را خشمگین ساخت. اما به نظر می رسد که دولت جدید ایالات متحده اظهار این خشم را تا زمان ختم مشورت ها با شریکایش در سازمان ناتو معطل ساخته است. طالبان همزمان با این اقدامات میز مذاکره را ترک کردند و تمام تمرکزشان را در مشورت با کشورهای منطقه و حامیان خود محدود ساخته اند. از سوی هم بر اساس گزارش های این گروه مصروف منسجم ساختن ماشین جنگی خود در صورت اقدام آمریکا هست. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.